سحری گذشته ز یادت، که ز پشت شیشه می آید شرری از آن گل آتش، می خندد می گرید که خطا نکرده به چشمش نظر من، هم از آن روی می پیچد در تاب و تب سحر من. موسیقی ساده حرفش مرحمت ساز شبم شد، دف به کفش بی پروا دست افشان معنی آواز لبم شد. درویشان حلقه دل پیدا کردند، کوبیدند مشت به مشت پای به پای، رو به تو ره می پویدند، رنگ خدا را می دیدند. با سماعی برپا شد، آنها در حلقه دلها رقص کنان می چرخیدند. چرخ دگر دور زنان، بی خبر از ما بی خبران، با تب و لرز رعشه وصل ملکوتی در تنشان، نعر زنان منصوری هر یک بردار، با نفس پیر خرابات قنچه وصل خدایی را با لب جان می بوسیدند. آمده بودم به حریمت، سرخی آن شعله گواهم، سحر که می شد بار دیگر گلواژه لرزش آخر، سوختنت سوختنم، نقش زنان روی نگاهم، درویشان باز تو را باز تو را باز تو را می جویدم. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 29 مهر ماه 21 اکتبر به شما سلام می کنم. در میان صداهای جاودانه چند تا صدا هست که آدم هرگز یادش نمیره. روشنکی هایتون میره؟ نسل من، نسل بعد از من، نسل قبل از من و شاید دو نسل قبل از من اون صدای جادویی رو یادشونه. روشنک تو برنامه گلها شعر میخون. قدسی پرنیان خبر میخون. خانم پاکنشان، فیروزه امیر موعظ نازنین که خیلی هم با هم کار میکردیم، چند تا برنامه با هم داشت، مهین بانو نصری نازنین که برنامه نمایشواره های منو می آورد صحبت میکرد، با فریدون توفیقی، و این صدا چه صدای زیبای عاشقانه بود. و بعد شازده خانم رادیو، آذر خانم پژوهش. آذر هم در گلها بود هم در خبر بود، یه صدای جامع و کامل، هم در برنامه های عاطفی من بود. و چند روز پیش گفتم که پدر خواندش رو آقای درخشانی رو از دست داد. یک برنامه ویژه آذر درست کرد برای پدر که توی یکی دو روز آینده خواهید دید. حضور اینها رو که من میبینم و بعد میبینم بعضی از این جوانهای ما توی رادیو تلویزیون یادشون رفته که این واقعا اینها قولهای صدا بودن، به اون معنای مثبت جاینت به معنای واقعیش. و مانی چه شد، تقی روحانی، سعادت، اینا صداهای جادویی رادیو بودن. اون تنین سو ایرج گرگین هرگز اینها از یاد ما نخواهد رفت. نادری، حسین و رفت، رامین فرزاد، سیروس ابراهیمزاده، بچه های نمایش، اکبر مشکی، سارنگ، صداهای جادویی بودن دیگه واقعا. مقبلی نازنین که بی نظیر بود. حالا رفتم مقبلی و رفتم سینما، یه خبری شنیدم که چقدر منو خوشحال کرد. هنوز ول نکرد. مسعود کیمیایی مثل علی حاتمی نازنینم مردان سینمای مؤلف بودن، سینمایی که از
جان و جهانشون مایه داشت. سینمایی که تمام وجودشون در اون متجلی بود. بعدها به این سوتر که میایم یه مقدار رگه هایی از همون از جان و جهان آدم سرمایه گرفتن میبینیم، در سینمای بهمن قبادی میبینیم، در سینمای محسن مخملباف میبینیم، در سینمای جعفر پناهی میبینیم. مسعود کیمیایی، خب مسعود با بیگانه بیا آمد، فیلمی شیک کم خرج، ولی به هر حال آغاز مسعود بود که من حکایت مارینا هنرپیشه اون رو براتون بارها گفتم که عروس کمال جنبلات شد، زن ولید، و حالا داستانهای مفصلی دارد. بعد خب رسید به قیصر که همه با قیصر زندگی کردیم. یادم از من و سیروس الوند اصلا با قیصر زندگی میکردیم، یعنی صبح و شب تا به هم میرسیم راجع به قیصر بحث میکردیم. بعد رضا موتوری خیلی بحث داشت سرش. یادم تو سینمای مولنروش اومدیم بیرون، من و سیروس الوند همون دم در با هم سرش بحث میکردیم. بعد سینما شد دیگه گوزنها اومد و بلوچ اومد و همینجوری رسیدیم جلوتر و جلوتر. و سفر سنگ که سینمای کیمیایی نبود و من اصلا دوستش نداشتم. من عاشق همه فیلمای کیمیایی بودم، سفر سنگ رو دوست نداشتم و نمیدونم فضای سفر سنگ چرا به من نمیچسبید. منو یاد مهرجویی مینداخت، یاد گاو، یاد اون فضا. کیمیایی سینمای خودشو داره. حالا یه خبر شنیدم خیلی خوشحال شدم. همه این انتقادایی هم که به او در این سالها کردن که بله نمیدونم مرسدس اینه فلان، من همه فیلمای مسعود رو دوست دارم. فیلمای مسعود برای اینکه فیلم زندگیه، فیلمایی است که بخش هایی از فرهنگ جامعه ماست. حالا شنیدم متروپول ساخته. سینما متروپول، در خود سینما متروپول هم فیلم برداری کرده. سینما متروپولی که حالا کلوف تبریات مفید شده. سینما متروپول درست سر لاله‌زارنو بود. از پایین که میمدی یا آخر لاله‌زارنو، از بالا که میمدی دست راست. سینمای بسیار بزرگ و باشکوهی بود. صندلی‌های مخملی خیلی، این آخری‌ها دیگه سینمای لاله‌زار یه مقدار رونق افتاده بود، سینما ایران، سینما رکس. ولی این متروپول عظمت خودش رو داشت. اسکاراموش، استوارت گرینجر، استرلیتز چه فیلمی بود، فیلم ناپلئون و فیلم های مختلف، سه تفنگدار، دزیره، نمیدونم بینوایان، فیلم جنگ و صلح تولستوی، قصه تولستوی، سرگی باندراچوف که اون کارگردانی، سرگی باندراچو کارگردانی کرده بود و عجب فیلم با شکوهی، 4 ساعت فیلم. حالا مسعود دوربین رو برده اونجا متروپول رو ساخته. دلم خواست اول هفته یاد مسعود رو بکنم. و پولاد پسر نازنینش، فرزند گیتی بانوی عاشق ترانه خان، تصنیف خان، که صداش صدای مشروطه رو در آدم زنده میکرد. گیتی ترانه داره، یا سعی میکنم پیدا کنم سیدیشو براتون بذارم، چون ما تلویزیونی باید تصویری باشه. ترانه بانویی که عاشق مردشه و برای مردش سخن میگه. خلاصه اجازه بده دستاتو ببوسم. خیلی خیلی زیباست، خیلی عارفانه است. یادش بخیر، روحش جاودان و شاد. چه کنیم؟ دست آخر باید برگردیم به سیاست ها؟ برمیگردیم به سیاست. اتفاق مهمی در کشورمون داره میفته. این اتفاق مهم، ببخشید، این اتفاق مهم این نیست که آقای روحانی میخواهد با آمریکا گفتگو کنه یا در پرونده اتمی کوتاه بیان و ورود بازرسان رو باز بذارن، آزاد بگذارن. نه، چیزی مهمتر از اینه.
که این رو به نظر من باید روش خیلی دقت کرد. در کشور ما بعد از 34 سال شعور رو کنار گذاشتن و با شعار زندگی کردن، شعور داره نرم نرمک وارد زندگی ها میشه. به این معنا که وقتی مردکی به نام علم الهدا امام جمعه مشهد یا حسین شریعت مداری ملقب به حسین بازجو، بازجوی سابق و لاحق وزارت اطلاعات، یا سردار سلامی یا سردار جعفری بر مبنای اون ضد فرهنگی که باش بزرگ شده، خب سردار جعفری الان مثلا 57-8 سالشه، 30 سال قبل 27 سالش بوده، یه جوان بوده دیگه. اینا اغلبشون هم آدمایی بودن با شوق و با عشق و با ایمان به انقلاب و آقای خمینی وارد دستگاه های نظامی و امنیتی شد. حسین شریعت مداری نه، اون با حساب کتاب اومد، اون دلال معاملگره. الان اگه حکومت سلطنتی هم در ایران بود، اون همین حالت رو داشت در مداهی نسبت به مقام سلطنتی. اینا جانورانی هستند که هفت رنگن، میتونن رنگشون رو خیلی خوب عوض کنن. کمان که در جریان انقلاب من شاهد بودم تو همون روزنامه اطلاعات، آدمی که تا دیروز معروف بود به این که فالوده با ساواک میخوره، یه دفعه تبدیل شد به عاشق دلخسته و کشت مرده سید روح الله مصطفوی. اونهایی که با صداقت، با عشق، با ایمان به انقلاب اسلامی، با تصور اون رویاهایی که تو کتاب مثلا شریعتی خوندن یا در رابطه با زندگانی حضرت علی کتاب دکتر جواد مقنیه رو خوندن، شهر سوار اسلام گابریل دانگزی رو خوندن، حال نمیدونم اینا میتواند تأثیر گذار باشه، 14 معصوم جواد فاضل رو، چون رو خود من هم این تأثیرها رو داشت، بر باور اونها اسلام دینی است که سیاست با اون عجین شده و این دنیای سیاسی یک دنیای زیباست. آقا مگه در صدر اسلام خلیفه دوم عمر با اون قدرت و اقتدار یه نفر از نمازگزاران بلند نمیشد بگه اگه تو کج بری با این شمشیر راست میکنه؟ چه حکومتی از این دموکراتتر میخواد؟ مگه شورا نیست؟ با وجود اینکه نشانه هایی وجود داره که حضرت علی باید جانشین میشده، ولی شورای مسلمانان جمع میشه و با ابوبکر بیعت میکنه. خب آقا اون زمان اینترنت و کامپیوتر و وسیله کاستینگ ووت و اینا نبوده، حالا هست، حالا خیلی راحت میشه دموکراتیک وار با دینی که رنگ سیاست هم داره حکومت دموکراتیک برپا کرد. اسلام دین مستضعفینه، عدالت اسلامی بالاترین عدالت. اینا چیزایی است که تو کتاب خونده بودن، پای منبرا شنیده بودن، ملاهای مدرن، اونایی که حالا یه درسکی هم خونده بودن مثل های دکتر بهشتی، مثل مرحوم باهنر، خب اینا میمدن روی منبر به اصطلاح مسائل جهان امروز رو تطبیق میدادن با توصیه ها و موضوعاتی که اسلام بهتون پرداخته. بنابراین برای آقای جعفری یا آقای حسین سلامی یا آقای قاسم سلیمانی و امثال هم، اون اولی که آغاز کردن آقای محسن رضایی، آقای کلاه دوست و همه این بچه هایی که عده زیادشون احمد کاظمی، اینایی که بعضن هم رفتن شهید شدن و ببخشید و
اینا با اون عشق اومدن توی کار. یه عدهشون مثل حاج داوود کریمی وسط را دیدن کلا کلاست، دیدن همه اینا دروغه، با یه عده فریبکار مزور روبرون که عمامه سرشونه کنار کشتن، موضع گرفتن. حسین علایی بعد از جنگ، ایزدی هم یه مدت رفته بود بعد برگشت. اونایی که موضع گرفتن یه عده البته به هواپیمای منفجر شده حواله داده شدن مثل کاظمی، یه عده ناپدید شدن، یه عده خانه نشین شدن. حاج داوود کریمی هم با سینه زخمی دکون جوشکاریشو را انداخت. اما این به منزله آن نیست که تمام اینایی که موندن آدمای فاسدی بودن، نه، توشون آدمای درست هم خیلی بودن. نمیدونم، شاید آقای جعفری هم مثلا اون زمانی که هنوز فرمانده نشده بود با عشق و علاقه به میهنش و حالا نظامش کار میکرد. امروز اینا به یه نقطه رسیدن که اعتراف به این که 34 سال فریب خوردن، 34 سال شعار بی ربط دادن، 34 سال به مصالح ملت ایران خیانت کردن، خیلی شجاعت میخواد. این شجاعت رو در کمتر کسی میبینم. حسین علایی داله. حسین علایی سر سوریه حرفایی که زد خیلی مهم بود. در سال 88 هم حرفا شنیدنی بود. بنابراین اونایی که امروز نمیتونن این وضع رو تحمل کنن، یا شارلاتانایی از نوع اعلم الهدا و حسین شریعت مداری هن، یا آدم هایی هستن که اصلا با این شعار زندگی کردن، خمیره وجودشون شده، براشون خیلی سخته. این مقدمه رو گفتم برای اینکه بهتون بگم تغییر لامحاله و جدیست. تغییر در سخن، در روش، در عمل کرد، در ظاهر بودن، همه اینا یک واقعیت مسلمه. اگر جز این بود آقای روحانی با اوباما صحبت نمی کرد، آقای دکتر ظریف با آقای جان کری ملاقات نمی کرد، اندی شرمن با اون لبخند عریض و طویل و اون چهره استخوانی زیبا نمیشست با آقای دکتر عباس عراقچی ساعتی گفتگو کنه. تغییر می آید لا محاله، کسی هم جلوش رو نمیتونه بگیره. اراده ملت ایران جدا که دیر سالی این اراده بر این تعلق گرفته که بساط خانخانی شعار بدهی تموم شه، اما در این حال به زانو در آمدن نظام مفهوم دیگری است که در این تغییر باید در نظر داشته باشیم. یه عده از تحریم ها سود میبرن، 75 میلیون ایرانی هزینه میدن. امروز 75 میلیون ایرانی غلبه کردن. همیشه در دنیا حکومت همیشه حکومت اقلیت خواست. در بالاترین دموکراسی ها هم باز نگاه میکنیم تبلیغات چه نقش مهم میداره در اینکه یک کسی ببره یک کسی ببازه. آقای اوباما سخنران خوبی بود، برنامه تبلیغاتیش هم خیلی حساب شده بود، اینترنت رو به تسخیر در آورد. بر آقای مکین که بسیار صادقتر، عاشقتر، وطن پرستر بود غلبه کرد به خاطر اهمیت اون تبلیغ. بنابراین اکثریت ملت اگر توانستند اندیشه خود را تحمیل بر اقلیت حاکم بکنن، این یه پیروزی بزرگ برای ملته. بالمعال نباید تفسیرش کرد که یک شکست بزرگ برای حکومته، چون اگر حکومتی مطابق میل مردم عمل کرد و رضایت عامه رو به دست آورد، در نهایت خودش هم سود میبره، در نهایت خودش هم از تغییری که به وجود میاد، تحولی که ایجاد میشه، بهره مند میشه. عین وضعی که ما در کشورمون داریم.
و الان شاهدش هستیم خیلی آشکار و روشن. مردم دیرگاهی است که میگن آقا بس کنید، این بساط شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، آتش زدن، اینا رو تمومش کن. این نمایشنامه تهوع‌آور شده. ولی در مقابل کسی نیست که کسی یا نبود که این خواست عمومی رو گردن بنهد تا زمانی که گلوگاهشون فشرده شد، اقتصاد در حال افلاس کامل در اومد. در این لحظه بود که آقای خامنه ای اجازه داد تحول ایجاد بشه. این تحول رو به فال نیک بگیرید. این تحول اراده نظام نبوده، اراده شما بوده، عجز نظام بوده که این تحول ایجاد میشه. اما نباید تخت عرش کرد، نباید گفت آقا روحانی هم یه آره، روحانی هم یکی از ارکان اون نظامه، ولی امروز اومده و میخواد این برنامه رو پیاده کنه. چیه این برنامه؟ بساط این شعار بازی رو بکنه، چهره متمدنانه به نظام بده. اما حواسمون باید باشه این چهره متمدنانه فقط نباید نمایشی در برابر امریکا و خارجی ها باشه و در داخل کشور با وحشیگری بیشتر در صدد قلع و قمع مردم براین. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردم و پیگیر میشم مسائل روز رو.
با درود دوباره خدمتشون. آدم این پنجه مهندس همایون خرم رو وقتی میشنوه، این صدا رو وقتی میشنوه، یادم از وقتی این ترانه پروین اومد خیلی ها میگفتن این صدا شبیه دلکشه یا نرم نرمک پروینی که از دوربین فرار میکرد. از اون خواننده هایی نبود که دائم عکسشون رو بگیرن بندازن، نه، خیلی آرام و بی صدا، اما با صدایی که در جان مینشست. و کسانی مثل مهندس همایون خرم که آهنگ میساختن، راستی علی تجویدی یادتونه، پرویز یاحقی، حسین یاحقی، اینا دونه دونه، اینا کسای مشیر همایون شهردار، بابا اینا رو یادمون باشه، اینا نه کسایی که میگفتن، سنتور ورزنده که میگفتن، یا حیدری، تار همایون مجد، تاکستانی، دونه دونه من اینا رو میگم، ستار عبادی، و باهاشون زندگی میکنیم، سیر زندگی و فرهنگ ماست. یه مقاله میخوندم از دکتر شفیعی کدکنی در آخرین شماره ایران شناسی، فوق‌العاده مقاله قشنگ، مقاله‌ای درباره این که مثل‌ها آنچه دیگران گفتند وقتی با یه زبان تازه گفته میشه چقدر به دل ما میچسبه، و وقتی تأمل میکنیم این قبلا گفته شده، ولی چطور این حلاوت تازه رو پیدا کرده؟ چون حضرت حافظ گفته، چون حضرت حافظ یاد کرده، یا شیخ اجل به اون اشاره کرده و یادآوری میکنه، نمونه هایی به ما میده که آقا این مفهوم کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز قبلا هم در کلام سعدی اومده، و آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند، و نمونه های متعدد دیگر، و این حلاوت و تازگی است که بستگی به اون شخص داره، به اون شاعر، نویسنده، هنرمند. چارمزراب سگاه یا ماهو رو خیلی ها زدن، اما وقتی آدم یاحقی رو گوش میکنه یا خرم رو گوش میکنه، داستان یه چیز دیگه میشه. من همینجوری نگاه میکنم و در این جمع هنرمندان بزرگانی که ما داشتیم، همشون، محمود تاجبخش همسایه ما بود، زنده یاد، هر بامدادان از ساعت 6 بعد از ظهر، شما فکر کنید پنجره من، اتاقم رو به منزل اونها بود، ما خونمون جنوبی بود توی خیابون قدیمی شمیران، اونا شمالی بودن کوچه پارک، روبروی میراشرافی سابق، تخت طاووس فعلی. محمود خان تاجبخش از ساعت 6 صبح یه ده میرن ورزش میکنن، او با ویولون میمد تو حیات و شروع کرد زدن. آدم با صدای ویولون تاجبخش از خواب بیدار میشد، میمدم رو بالکن نگاش میکردم، چشم ها بسته را میرفت و میزد، و سن که بالاتر رفت، موها که سپیدتر شد، ستار بر دستش نشست. دونه دونه این هنرمندانمون رفتن، دونه دونه به ابدیت پیوستن، و ما باید خاطره این بزرگان رو زنده بداریم. در تلویزیون ایران فردا یکی از هدفهای من همینه، قاب و خاطره من باید پر از اون نقشهایی بشه، نقشهای ماندگارانی که حالا چه در عرصه سیاست، چه در عرصه هنر، در عرصه فرهنگ، در عرصه ورزش. آقا محمود نامجو رو بشناسیم، بدونیم نامجو که بود و چه کرد، جهان پهلوان رو بشناسیم، و در کنار جهان پهلوان مهدی زاده رو بشناسیم، صنعتکاران رو بشناسیم، نبی سروری رو بشناسیم، سوخت سرایی رو بشناسیم. تو فوتبال بریم از ابتدا نگاه کنیم، عارف قلی زاده، کوزه کناری، بویوک جدیکار، دونه دونه اینا رو بشناسیم، وزنه‌بردی‌های جهان بخت توفیق رو بشناسیم، دکتر رهنوردی رو بشناسیم، اینا نقشایی داشتن، هنریک تمرز رو بشناسیم، باغبان باشی رو تو دوی استقامت بشناسیم، قیاسی رو تو پرش ارتفاع بشناسیم. اینها
نمادهایی هستن از ایرانی که رو به جلو داشت. راستی این اشاره رو کردم یادم بیاد، کتاب ناصر امینی عزیزم، این دوست عزیز نازنین روزنامه‌نگار و دیپلمات، کتاب مصاحبه شاپور غلامرضا پهلوی رو برای من فرستاده و حاصل گفتگویی است که با او انجام شده و در صفحه 127 هم اشاره کرده که از اون خلاصه کتابی که ناصر امینی 50 سال پیش از سفرنامه رضا شاه به خوزستان و مازندران آقای بهرامی درست کرده او رو یاد کرده ازش. به هر حال من کتاب میخوندم دو جا شاخ در آوردم، یکی این که این داستان بسیار معروف شلوغی مجلس و رضاخان سردار سپه اون وقت وارد میشه و با عصا یه در رو میزنه، مؤتمل الملک رئیس مجلس فریاد میزنه که الان میگم زنگ بزنن و تکلیفم با تو روشن میکنه، که بعد میرن نصیحت میکنن به رضا شاه، میره ازش معذرت میخواد، یه جلسه خصوصی میکنن و ماجرا حل میشه. ایشون نوشته عین دوله. خیلی تعجب کردم چطور شاپور غلامرضا پهلوی یا اون مصاحبه‌گر اینو به یه ادیتور ندادن بخونه، یا رفرنسی که دارن اونجا میدن رفرنس های غلطیه، همینجوری تکرار شده عین دوله. اما دو سه نکته دیگه هم در اونجا هست که به نظر من قابل تأمل هست و هرچی من بیشتر میرم بیشتر میبینم این رضا شاه چه آدم بزرگی بوده. حالا خیلی جالبه، بعضی ها میان اینجا میشینه بله آقا دموکراسی رو جلوشو گرفت. کدوم دموکراسی؟ اون دموکراسی هرج و مرج باجگیری بود که روزنامه شب به یارو اخطار میداد که فردا اینقدر پول ندی باج ندی پدرتو در میریم، همه شاه مملکت حقوقش رو از سفارت انگلیس موراتوریوم میگرفت و مملکت رو میفروختن به 1,500,000 لیره. و این مرد آمد، خیلی بهش مدیونیم، خیلی به اون مدیونیم و این رو نباید از یاد ببریم. ملتی که قدردان خدمتگزارانش نیست، این ملت همیشه دچار هوچی ها، هیاهوگران و گانگسترهای سیاسی میشه، چون قدر اون ارزشمندان رو نمیدونه و ما در این زمینه خیلی کوتاهی کردیم. مجسمه های رضا شاه رو بکشن پایین، آدمی که ایران رو ساخت. تو همون سفرنامه مازندران شما میخونی وقتی هر جا میره میبینه که شاه عباس یا صفویه یه بنای بزرگ بنا داشتن فلان، تمجید میکنه، میگه اینا علارغم اون مشکلاتی که داشتن مذهب رو قاطی سیاست کردن اما نظر به اعتلاء ایران داشتن و خودش همون راه و روش رو در پیش میگیره بدون اینکه تجملات و اون عیاشی های صفویه رو داشته باشه. یه رخت خواب ساده، مثلا اعلیحضرت در کاخ مرمر، چه کاخی، فرمان میاد براش میسازه. فرمان رو گفتم چند روز پیش با آقای خداداد فرمان فرماییان صحبت میکردم، یکی از جوانترین پسران فرمان فرما که حالا به نیمه دهه هشتم دهه عمرش رسیده، هنوز سرحال، استوار، صبح اول وقت سر کار. و این فرزندان فرمان فرما خیلی جالب، خیلی جالبن اینا، غیر نصرت دوله که در حال در زندان به قتل میرسه و فرمان فرما چه قدرتی داشته این پسر محبوبش رو تحمل میکنه مرگش رو در کف شیر در نر درنده‌ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره. حالا تو همون قاب و خاطره من به سراغ فرمان فرما هم خواهم رفت. چه جوری آدم 50 تا بچه داره، تمامشون در هر عرصه‌ای که بودن توفیق بسیار داشتن و چه تخت بود. شنیدم از خداداد خان، خداداد میرزا، که افسانه درگذشت، دختر مریم فیروز، خواهر خداداد، دختر فرمان فرما.
این افسر خانم دختر نازنینی بود که مدت ها بود به بیماری سرطان دچار بود. خبر دیگری هم داشتم که در لس آنجلس مراسم بسیار پر عاطفه ای به یاد خانم گیتی خیامی، همسر نازنین، مرد ایران دوست، عاشق فرهنگ محمود خیامی برگزار شده بود. شنیدم که استاد و پدرم نازنینم دکتر احمد مهدوی دامغانی در اونجا حضور داشتند و سخنرانی کرده بودند، همینطور یار عزیزم علیرضای میبودی. و بار دیگر واقعا فقدان این وجود نازنین رو به خانواده او، به ویژه به همسر داغدارش محمود خیامی و فرزندان عزیزش، صمیمانه تسلیت میگم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوامه. عرض کردم خدمتون که آقای روحانی کاری رو آغاز کرده و این کار رو به پایان خواهد رسوند. خبر خوبی بود که بریتانیا و ایران کاردار غیر مقیم تعیین میکنه. مفهومش این است که یک گام برداشته شد به سوی تجدید روابط کامل. منتها مجلس ایران اون زمان تو هوچی باسی گفته بود که روابط ما از سطح کاردار نباید بالاتر بره. حالا کاردار غیر مقیم، بعدم بشه کاردار مقیم و از این وضع آشفته بیرون بیاد و واقعا خانواده‌های ایرانی که عازم دیدن فرزندانشون در بریتانیا هستن اینقدر دچار مشکل نشن و اینقدر از این کشور به اون کشور آواره نشن. در کنار این دیداری داشت آقای روحانی روز شنبه با سفیر جدید سوئیس در ایران. سفارت سوئیس یه نقش ویژه داره، به این معنا که سفارت سوئیس مسئول یا نماینده در واقع ایالات متحده در ایران بوده. دفتر حفاظت منافع در سفارت سوئیس. ایران هم در یه مدت الجزایر بود و بعد پاکستان، سفارت پاکستان در واشنگتن عهده‌دار رسیدگی به مصالح ایرانه. شهروندان ایرانی مقیم امریکا گذرنامه‌شون که میفرستن برای تمدید به اینترست سکشن سفارت جمهوری اسلامی ایران پاکستان به اونجا میفرستن. آقای سفیر سوئیس، سفیر جدید که یک دیپلمات بسیار برجسته است، نامه ای از پرزیدنت اوباما برای آقای روحانی آورده. این نامه هیچ جا اعلام نشده، نامه سری هست. آنچه بنده فهمیدم این است که پرزیدنت اوباما در این نامه دعوت کرده که خانم وندی شرمن و تنی از دستیارانش در وزارت خارجه مذاکرات خصوصی رو قبل از مذاکرات 5+1 در ژنو با طرف ایرانی یا همتای ایرانیشون آقای عراقچی و مجید تخت روانچی، اینا با هم دیگه یک گفتگوی داشته باشن که در این گفتگو طرف ایرانی بتواند جدول زمانی رفع یا الغای مجازات ها و تحریم ها رو هماهنگ با التزام ایران یا تعهد ایران و اجرای این تعهدات در عرصه برنامه اتمی، این همه همزمانی وجود داشته باشه. به عبارت دیگر آمریکا دیگه نسیه به جمهوری اسلامی جنس نمیده، نقد نقد. میخوای سویفت آزاد بشه؟ خیلی خوب، اعلام بکن غنی‌سازی 20% برای همیشه متوقف شد. میخوای تحریم از هواپیماها و کشتیات برداشته بشه؟ ما حرفی نداریم، ما خیلی هم موافقیم که این کار انجام بشه. در مقابل چی میخوایم؟ فردو تعطیل بشه.
دونه دونه، پله پله. هر یک تقاضا یک تقاضای مقابل داره. هماهنگی در تطبیق و اجرای این تقاضاها در زمان معین کلید پیشرفت مذاکرات و توفیق طرفین در کسب مکسیموم یا اکثریت است، اکثریت اعلی. اینم چارچوب و برنامه که برای این کشتم. بنابراین من معتقدم ما در طول دو سه ماه آینده تا پیش از پایان سال 2013 میلادی ما شاهد یک چرخش بسیار اساسی در سیاست جمهوری اسلامی و در نگاه و روشش هستیم، در یا نهجش، راهش، روشش. این فقط شامل مسئله اتمی نمیشه. جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند نقش پسر خوبه داستان رو داشته باشه باید دست از جنون برداره، رویاهای جنون آمیز رو باید ببنده تو کاغذ بذاره لای مفاتی، بذاره کنار. رویای جنون آمیز دیگه مجالی برای برشدن نخواهد داشت. و اینا مهمه که من به تو میگم به این نکات توجه کن. به هر روی آقای روحانی سه وزیری رو که در مجلس اول رأی نیاورده بودن سه وزیر تازه معرفی کرد: وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش. آنچه در مورد شخصیت وزیر علوم مطرحه، آقای فرجی دانا از رؤسای دانشگاه ها، دانشگاه پلی‌تکنیک بوده، رئیس دانشگاه بوده غیره، و خاتمی هم یه درخواست رو وزیر بکنه رأی نیاورد. اونم تو مجلس ششم فکر کنیم. آقای فرجی دانا کمتر کنتروورشال از آقای دکتر توفیقی. توفیقی آمد و یک جانوری به نام صدالدین شریعتی، دزد مطلق، ایشون رو از دانشگاه علامه برداشت. و این دانشگاه که میدونید تمام اون مدارس عالی و دانشگاه خصوصی مثل ارتباطات و غیره که به وجود اومده بود همه رفتن زیر چتر این دانشگاه. هزاران دانشجو و یک دزد شارلاتان آخوندی به نام صدالدین شریعتی اونجا نشسته، غیر از حالا بودجه محرمانه رو بالا کشیدن و و و و آقازادهشون هم به خرج دولت تشریف بودن خارج، خارج یللی تللی میکردن، مشغول حال کردن بود به اسم درس خوندن. توفیقی او رو کنار گذاشت، توفیقی رئیس دانشگاه آزاد رو کنار گذاشت. اینا کارهای مهمی بود. میرزاده رو گذاشتن اونجا کار مهمی بود. دیدم آقای میرزاده رفته دیدن استاد باستانی پاریزی نازنی، قشنگ بود، همشهری هم با هم، ولی رفته بود و از او خواسته بود در درس بده، دانش، تجربه و اندیشه خود رو در اختیار نسل جوانی قرار بده که علاقمند به یادگیری هستند. بنابراین خیلی خیلی برای من جالب بود که حالا میرزاده اومده جای دانشجو، آقای دانشجویی که برادر کامران دانشجو بود، کامران دانشجو هم با آن ظاهر، خیلی ظاهر و صلاحش، دیدیم که چه جانوری از آب در اومد. تو خبرها یه خبر جالب دیدم، داوود احمدی نژاد علیه برادر شمشیر کشیده. بله، اسفندیار رحیم مشایی اینو فاسد کرد، اینو از راه به در برد. بعد این آقای رئیس جمهور غیر قانونی کار میکنه، 16 میلیارد تومان پول وشی به خودش داده برای دانشگاه نیست در جهان. خدایا سیاست و قدرت دو تا برادر به جون هم میندازه. توی تاریخ میخوندیم که پدرها پسراشون رو میکشتن. چند تا بچهشو شاه عباس کشت؟ تو تاریخ باستانمون هم میریم همینطور، از هخامنشیان، پارتیان، اشکانیان، ساسانیان، همینجور بیام جلو، پسرکشی فراوون بوده. امیر مبارز دین و شاه شجاع داستانشون رو میدونیم. قدرت دیگه وقتی میاد
آدم حالیش نیست. حالا آقا داوود میبینه که ستاره بخت داداشش افول کرده و میگه حالا داداشم ستاره بختش افول کرده، من بچسبم به حاکم وقت، برای من فرق نمیکنه، من نوکرم، باید نوکری میگه باید بکنم دیگه. من داوود احمدی نژاد آقا داداش که بود یه مدت حال میکردم تو ریاست جمهوری، بعد درگیر شدم با مشایی و بقایی، کنارم گذاشتم، حالا میام موسموس میکنم نوکری مقام معظم رهبری رو میکنم. این آقای داوود خان احمدی نژاد. خبر جالب بود. یه خبر نگران کنندم دیدم که گسترش بیماری ایدز و اینکه تا چند سال دیگه 120 هزار نفر در ایران مبتلا به این بیماری خواهند بود، HIV پازیتیو و همینطور مسئله ایدز. پنهان کنید، زیر فرش بزنید، مثل همه دردهای دیگر جامعه که شهامت بازگو کردنش رو ندارید و تصور میکنید با قایم کردن خب قضیه حل میشه، هیچ مشکلی نیست. مشکل هست و مشکل اساسی هم هست. در قطر بعد از مذاکرات پس پرده‌ای که جمهوری ولایت فقیه هم در اون به نوعی شرکت داشت، سرانجام دو خلبان ترک که در بیروت توسط عوامل حزب الله به گروگان گرفته شده بودند، در برابر شهروندان لبنانی شیعه وابسته به حزب الله که در راه سفر به مشهد بودند از راه زمینی و توسط ارتش آزاد یک سال پیش ربوده شدن، اینا رو با هم اکسچنج کردن، اینا رو با هم جدا کردن. خیلی جالبه، تلفن میزنه طرف، من میدونم که تلفنم باز میکنم که صدای منو بشنوه و بدون من دارم برنامه ضبط میکنم، ولی بازم تلفن میزنه. خیلی بر من جالبه، ما ایرونی ها هنوز با این موبایل، منم ناچارم اینجا بذارم برای اینکه بعضی تلفن های ارجنت هست که حداقل باید ببینم که کیست و چیست، به خصوص تلفن های تلویزیون ها که برای مصاحبه زنگ میزن. توی خبرها هم همینطور میخوندم که یک قهرمان کرد درگیری های خیابانی ترکیه نامزد شده برای ریاست شورای محلی استانبول. کردها میگن آقا تو استانبول ما تعدادمون از ترکا بیشتر، و خیلی جالبه که ایشون بسیار محبوبه و بله گفته که الان خدمت رو عرض میکنم که گفته که حزب سلام یعنی صلح و دموکراسی که ایشون با اون ارتباط داره، حزب دموکراتی هم هست، ایشون رو نامزد ریاست شورای شهر استانبول کرد، جایی که وقتی اسم اصلا اسم کرد رو نمیشد بود و صحبت کرد که میشد میگفتن بله اینها ترک بیابانی هست. ولی امروز به برکت درایت هوشمندی عبدالله اوجلان زندانی و درک درست عبدالله گل رو میگم نه اردوگان رو، عبدالله گل و داوود اوغلو درک کردن با جنگ هیچ کدوم برنده نیستن، هر دو بازنده، و اوجلان از زندان پرایوتش در یه جزیره مذاکراتی رو دنبال کرد که به نتیجه رسید. ای کاش این نگاه در دولت مردان ما و در مسئولان اپوزیسیون، احزاب اپوزیسیون وجود داشت. مصلحت کشور بالاتر از هر مصلحتی است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.